سلام، امروز تاریخ 19 ما، همچنان 19 بجه وقت اروپا است و دیگه اینکه شما بیننده های استودیوی 19 و میمان ما هم در خانه نمبر 19 در امریکا زندگی میکنه، اینا علی پروفسور صدیق افغان بیاین و امیر بگوین که علت از ایکی است. میمان امروز ما فرید زلاند است، موسیقیدان، آهنگساز و خالق بسیاری از آهنگای خواننده‌های موفق ایران در 4 دهه اخیر. آهنگای هم برای چند آوازخوان افغان ساختن. فرید عزیز سلام. سلام میکنم به شما و به تمام بینندگان و شنوندگانی که به شما گوش میدن. خوشحال هستم که برای اولین دفعه میایم شرکت میکنم در یک پروگرامی که بتونیم چی میگن از اون گپایی که در دل ما هست بتونیم تو اندازه گپ که خلاصی نداره اما بالاخره اندازه که لازم است بگیم و یک سوء تفاهمات که هست بین افغانای ما و اینا که اونا رو هم توضیح بدیم بسیار خوب میشه و خوشحال میشه و خوشحال هستم که با خودت روبرو میشم بعد از اون همه سال مکتب عبیبیه و مکتب قاضی خودت 100 سال پیش نوجوان بودیم که بله بودیم و تعالی بله اگر ما خودت تکو میگم و مره تو میگی یا تو مره این سبب صمیمیت اون وقت هست با ما ایش شما گفته نمیتونم تا مره شما گفته نمیتونم به خاطر از اینکه بله ما نوجوانی و جوانی ما یکی بود فرید عزیز جانم کدام سال بود که خودت از افغانستان برای واقعا سالای بسیار 1350 بود آمدم بیرون 50 بله چند ساله بودی؟ تولد نشده بودی؟ من 10 ساله بودم 10 ساله بودی رفتی ایران؟ بله ولی ایران رفتم و در افغانستان ما یک ارکستر آماتور داشتیم اونجا در یک ارکستر آماتور که بعد یک تعداد رفتم شوروی که اینا و یک دانم بورس از ایران بود که در قرعه کشی من اولی این نفر را مانم و ایران از من برامن این بورس های اتحاد کلتور بله این دیگه اون مراوده کلتوری که بین ممالک بود و اینا روی از اون حساب ما آمدم ایران باز در ایران چی خواندی؟ چی کردی؟ من رفتم اونجا که آمدم دیگه بالاخره خودم معرفی کردم با وزارت فرهنگ‌هنر رو اونجا و خوب تدارکات برای دانشجویی که در افغانستان برای اولین بار برای موسیقی می آمد اونجا ما شامل هنرستان عالی موسیقی شدم تا اینکه به حساب اونا دیپلوم ما گرفتم شهادتنامه ما گرفتم بعد از اون لیسانس ما گرفتم بعد از اون که دیگه انقلاب شد در ایران و بعد مقتول شد ما دیگه آمدیم سال 79 آمدیم به امریکا لندن بودم از درست بعد از انقلاب ایران یعنی از 22 بهمن که انقلاب شد اونجا تا مای اردیبهشت که 3-4 ماه بعدش میشد ما آمدیم لندن در حدود 6 ماه اونجا زندگی کردم و در کجای لندن بودی؟ پاش تو وقت ما می بودیم؟ چی بودم؟ ریجنسی پارک رو بری ریجنسی پارک می فهمت نزدیک خانه ماست ریجنس پارک ولی بسیار جای مقبول بوده بسیار. این پارکش که فوق‌العاده تمام گلایش نام داشتم و می رفتم می گشتم اونا رو می دونم روز گاردن بود و بله روز گاردن اینا و بعد چند وقت هم برای آتلند چند وقت هم برای آتلند گید زندگی کردن که پشت عروس بود در بهترین جای لندن زندگی ولی بعد اونجا و از اونجا و دیگه رفت خلاصا رفتیم سفارت کانادا گفتیم آقا ما میخواییم بریم کانادا گفت کانادا بری چی کنی؟ گفتیم که چی؟ از اونجا میخواییم بریم آمریکا گفت بس برو پاسپورت چیزتو ویزه آمریکایی تو بگی و بیا که ما ویزه کانادا رو بریم رفتیم در سفارت امریکا گفت او ایران که او رقمی شده و افغانستان هم که با او رقم اینا حالا تو میخوای بری امریکا یک ویزیت میکنی پس میگی گفت من که باور نمی کنم دلیل سفارت
گفتا پاسپورتت مور نزدی برو. خلاصه یک رفیق دیگه ما یک شب مهمانی بود و اینا، و ما یک ذره شیشته بود و ما ایران مانده بودیم که چی کنیم. گفت همینجا دمی رویال اکادمی برو کارت ادامه بدید، بیا امریکا چی کنیم، اینجا انگلیس بهتر از همجاست. بعد خلاصه مطلب همون رفیق ما، همون کسی که بسیار تاجر معتبری بود اینا، این به ظرف 24 سال در من ویزای بزنس گرفت. بعد رفتم کانادا، بعد کانادا از خوشاوندا بود، رفتم اونجا پای اون پیشونا بودم یک دو ماه پیشون بودم. از اونجا دیگه من 3 آگست 1979 وارد لس آنجلس شدم که تا امروز در 40 سال است که یک بله یاد جون تام میفهمی یک سال که شد بله خود بله. 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 اما این بر چیز است برای من که تمام با این که سنخ بسیار کم آمدم از افغانستان بیرون، چون با پدرم یک مراوده بسیار عجیب و غریب داشتم، بسیار با اینه بگویم برات که اگر من رفتم درس موسیقی خواندم و دانشگاه و فاکولته و اینا رو خلاص کردم از این چیزا، اما بزرگترین فاکولته زندگی من پدرم بود. امیرم میخواستم بپرسم برای چی که در فامیل خودت از یک فامیل هنرمند زنده استاد زلان پدرت، مادرت سارا جان، وعید برادر علا جان، سویلا جان زلان، مال خبتن میرویس جان برادرت هم یه خانواد میرویس میرویس تارنمی همی شعری که شما روان کردین، میرویس با این شعر میخوایم معرفیش کنم. میرویس بسیار صدای بسیار صدای زیبایی داره. گفتم برادر چرا نمیخوانی تو؟ گفت ولی شما که من رو نگفتیم این بخوان. گفتم خب آره میگم اگه بیا بخوان. اینا و چیز از اینا که من این نزدیکی که داشتم اینا بسیار از زمان افغانستان، چی از مسائل اجتماعی شنده اینا بسیار همون تعقیب میکردم. این که بسیار چیزاش یادم است و اینا که بعض وقت بعضی ها میگم میگه تو چطور یادت از اینا؟ برای اینکه من بسیار از سن کم دیگه رفتم رادیو و پروگرام اطفال بود و یاد ماست کلی که بله بله پروگرام اطفال بود و پروگرام های مکتب بود و مکتب بود، کنسرت های مکتب بود. بله اون دیگه خلاصه یک پیوند با من فکر میکنم که یک موزیسین، یک نویسنده، یک هنرمند باید از با جایی که کار میکنه ریشه شو باید از مطالعه داشته باشه مقدار. و منم وقتی که کار آهنگسازی ما شروع کردم اینا دیگه تصمیم برای این گرفتم که برای فارسی زبان بسازم دیگه، من متعلق به این جاست و متعلق به اون جاست. من چون از حالت تریجیدیستی اصلا خوشم نمیه، اما وقتی که من آهنگساز ایران هستم، آهنگساز افغانستان و آهنگساز تاجیکستان. بله و ممال جای دیگر پاکستان اینا باید کارهای من اجرا میکنن، آخه کارهای من اجرا میکنن در اینجا. و افغانستان یک مزید دیگه بر من داره، ایران یک مزید دیگه داره، تاجیکستان هم یک مزید دیگه. اما چیزی که هست اینجا این است که در اینجا خب مملکت آباد و مملکت درست و همه چیزش اینا، اما یک آزار آدم داره که چرا در اون جایی که ریشه گرفته چرا در اونجا نیست و چرا این فاصله ها وجود داره و چرا اینقدر مصیبت وجود داره که آدم نتونه برای راحتی و با آرامی و با خوبی کار کنه. خب من دمیم وقتی که چرا بعد از این که از افغانستان آمدم بیرون، درست ۲۰۱۴ یک بار رفتم افغانستان، اونجا 2015 یک بار دیگه رفتم اونجا که اون یک بنیاد برای حالا امیر یه گپ دقتم یک تعداد زیادی از هنر از دوستدارای نشته کرده که فریجان چرا برای هنرمندای افغانستان آهنگ نمیسازه و یه همیشه پشت ایرانی ها را گرفته و چیزا انتقاد کرده سره اینا جواب بده. نه این جواب شرط من بده. اول اینکه بستر یک کار برای مردم، برای یک هنرمند باید از آماده باشه تا بتونه کار کنه. من خب در وقتی که طالبان بود و اون با داستانه بود که خب کسی موسیقی هم گوش میخ میکدن دیگه،
چی به عنوان که آدم کار موسیقی بکنه. اون 20 سال و همین چند سال جنگا و این چیزایی که بود، خب اینا داستانش که اینقدر مصیبت در اونجا بود که موسیقی دیگه در مرحله آخر است. بعد مثلا وقتی که چی شد، اینا من کابلام که رفتم به این منظورم بود که من بتونم کار بکنم. ما یه خط مقطوری دیدم، یک وضعیتی دیدم و اصلا خواستم من اجرا بکنم یک کار. نوازنده ندارم من کار رو انجام. اینا آهنگ ساختن و درست کردن و پشتیبانی خواننده کردن، این است که مسائل زیاد است مثلا نوازندی زیاد هم، تا این که شنیدم که بچه ما کاکا سرمست میگفتیم، خدا مغفرتشان کنه، استاد عزیز این، بله، که اون یک مکتب درست کرده اینا، خدا کنه اون بتونه کارهای انجام بده اینا. اما مثلا که خواننده ها تا شروع نکردن در اونجا استاد هستن، تا ما بگیم میره بخونه رو بخونه، خودشان 6 تا کامپوز درست کردن و این فرصت او چیز ندارن که در نقامه میخوانم کسی دیگه بسازه یا چی کنه اینا. البته اگه استعداد چه داشته باشه چرا نی. اما مسئله که هست اینجا اینه که من خوانندی مثلا پیدا کردم، آقای بود و نام آقای آرش بارز. آرش بارز بسیار صدای مستعد و صدای خوب و برای هنر بسیار اعتبار قائل بود و بسیار از احترام خاص برای خودش و برای هنرش قائل بود که بر من بسیار جلب توجه کرد و یک دانه آهنگ هم ساختم که شما مثل که دارین در روشی برش بشه. بسیار هم خوب میخونه اینا. برای شاهنگ ساختم، برای شالا خواریمون دختر افغان ساختم که به من گفته بود برادر برمه یک آهنگ بساز اینا، و یک روز دیدم که یکی از افغانه ما برای من همین شعر خدا بیامرز نادیه انجمن فرمان کرد. بله بعد اینم کار کردم و بله گفتم خواهر ما یک چیزی برات ساختیم که بسیار چیز خوب خواهد شد. اون زب کردیم آمد که بسیار بله. نه تنها در افغانستان که در ایران، در تاجیکستان، در همه جا چی داشتن. مال بارز هم همی رقم اون خواندن اون هم مردم خوش داشتن اینا. بعد چند نفر دیگه آمد، مثلا یک آقای به نام آقای رحیم آمد اون کار زب کردیم برش اینا. اگر چی باشه، فرصتش باشه، چرا نکنم، برای چی نکنم. اما چیزی که از مردم من میخوام این است که هنرمندشان سپورت کنن، هنرمندشان چی میگن از نظریه. ببینید موسیقی امروز خرش داره، این خرش امایت نشن. شما اگه برین کپی بکنین و یه دوتا دو بزنین و از این کار رو بکنین که این نمیشه که چی نمیشه. شما اگه دوست دارین و خوش دارین که کلچر مملکت پیش بره و فرهنگ مملکت آباد شه، شما اون رو باید سپورت بکنین. چی خواننده است، چی آهنگساز است، چی سینماگر است، چی مجسمه ساز است، نقاش است، هر کسی که است، اینا باید از کمک شوند، کمک شوند که اینا چی باید درست یاد بگیرن. متاسفانه از ما یه وقتی هارمونیه رو پیش ما هم دیگه تموم شد دیگه. این کلمه استادم که دیگه همه چیز که از کلمه استاد بیزار است. استاد یک منزلت داره که برای درس بده برای جنگ. اینه ما استاد میگفتیم یه وقتی استاد بسیارا استاد سراهنگ هم میگفتیم که معلمی بود برای موسیقی نمیگم. اینا استادایی بودن که اما حال میگنم بعدش هم یک گلی دیگه هم دارم از طبقه اوناس، دخترهای جوانی که میان میخوانن، صدای بسیار مقبول هم دارن بعضایشان، خوبا میخوانند، اما بسیار در میدیا با هم دیگر بسیار رفتار بسیار زشت و زننده دارند. این شایسته مردم افغانستان نیست. و بدانند که با کلام بد و با نفی کردن دیگران شما نمیتونی به یک جایی برسی. شما کار تولید کن با کار خوب، بیا مردم تو رو دوست خواهند داشت. حالا هر کی هر چی میگه بگو. خوب آقای گل سوالای خودت رو بگو. همیشه یک چیز یادم اومد برای جان. یک دفعه در کابل قصه کرده بودی که میخواستی که یک آهنگ کمپوز کنی که استاد زلان پدرت آمد در قصه چطور بود؟ من شیشته بودم دیگه، اما اوائل کار بود دیگه، چند سالی گذشته بود اینا، و یک شعر مانده بودم پیش فیلم و میزدم اینا و بالا برو پایین برو آیی کامپوز کنم اینا. تو چی کنم؟ دیدم که گوشتم بابیم استاد هستم. گفت بچیم چی میکنی اینا؟ گفتم هیچ بابا جانی دانه آهنگ روی این شعر مثلا. گفت نه بچیم، من خوب متوجه بودم
تورین و هندوی ساخته تو پایین شیر کشتی میگرفتی. بعد بسیار جالب گفت بچه شعری که کار میکنی شعر باشه که اگر خودت شاعر بودی اونه میگفتی. او رو کار کن و بر مردم ارزش قائل باش، هیچ وقت مردم رو کم نگیر. که بودی خوب حالا یک این کار میکنم خیره، یا برای خالی نبودن عریضه کار نکن. دو تا سه تا چهار تا کار همین به افغانهای خودمون میگم، میگم این دختر افغان ساخته، میگم برای وارث ساخته، میگم چهار تا کار اینا مطرح شدن. حالا من اگر پینجات هم ساخته بودم مطرح نبود چی پایده داشت؟ راست میگم، راست میگم. نام خودت فریجان با بهترین آهنگ های آوازخوانای ایران گریه از گوگوش شروع شده تا ای بی تا موین تا داریوش تا شوره، یعنی نامش زیاد گرفته نمیتونه با خود رزید یک تعداد زیادی. بله خوب، مثلا وقتی که ما در امتداد شب فیلمش دیدم یا امیال یادمه آهنگ بله. مرحمه که برای گوگوش ساخته بله. موسیقی متنش بود بله بله بله. اون آهنگ بسیار اتفاقاً همین چند روز پیش با آقای پرویز صیاد نازنین صحبت میکردم گفتم اینا بله صمد آقایی که بسیار این یعنی یک آدم نابغه هستیم من واقعا راست. بعد این گفت که فرید ما میخوایم که یک چیز درست کنیم راجع به این فیلم و با هم یک صحبت بکنیم راجع به این موسیقی، این آهنگی که تو ساختی چقدر مؤثر بوده روی این فیلم در ممالک عطا امجوار مثل افغانستان، تاجیکستان، مثلا تا پاکستان، مثلا اینجا ترکیه، مثلا اینا. گفتم باش اینا. اما بله آغاز کارای من با اولین کاری که من ساختم برای اولین دومین کار که یک جای ضبطش کردم ستار خان، ستار خان و داریوش و من. آره مثلا داریوش در حدود 50 تا آهنگ داد، 50 چند تا آهنگ داد. گوگوش در حدود 20 25 تا آهنگ دادیم. هایدر مثلا 20 کفایت بله زیاد اینا و هایدر رو هایدی خدا مغفرتش کنه زنده یاد اوره آهنگ های بسیار خوب دادیم اینا و بله ویگن هم ساختیم با ویگن یک دانه آهنگ ساختیم. یک روز مره گفت بسیار یک لهجه خوبی هم داشت، گفت که آقای زولاند شما برای من یک آهنگ نمی‌سازین؟ گفتم با کمال افتخار چرا نه. گفت خب من منتظر هستم که برای من آهنگ بسازین. بسیار آدم جدی بود و در چیز اینا هم همون یک احترام خاصی بهش داشتن. گفتم چشم. زنگ زدم به خدا مغفرتش کنه خانم لیلا کسرا ترانه‌سرا، آن شاعر و ترانه‌سرا. گفتم لیلا جان، گفت ولی گفتم حالا ویگن از من یک آهنگ خواسته. مدام گوش میدادم رادیو اینا فرانسیناترا یک چیز خوانده که آیوا 16 years old نمیدونم ایمان فلان اینا. گفتم یک چیز در این ماده هرچی فکر میکنم برای این چی بسازم اصلا نمیفهم اینا. گفتم با یک سوژه دستت بدم بیون چی کنم که اون میخوام 20 ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم. کیور خواد دل غافل میخواستم که منم اهل دیاره که با آقاش گل و بلبل داره باشم از این چیزها که ساختم براش. بسیار هم این آهنگ شهرت بسیار خوب گرفت. برای اومیرا یک دانه آهنگ ساخته. آها برای ماسیار خدا بیام هایدر که 20 آره 20 آهنگ بهش ساخته، 20 آهنگ رو دادیم بهش. بلا بلا بلاستی فریجان بخود دزورت نمی کن. لطف داری لطف داری آقا جان. بسیار خوشم آمدی به خاطر از اینکه آهنگایی که می سازی آهنگای معترض است، آهنگایی است که فریاد می کشن، آهنگایی که علیه بیداد، علیه ظلم، علیه ستم. مثلا وقتی در می آمدی و سیدی ها داریوش کشید. بله درست بود به نام داریوش امروز. داریوش امروز آهنگایی که ساختی در اوج آهنگایی مانده ما آهنگایی مریاد است. یه چیز بگیم که حالا این که مثلا افغانای خودمون بسیار شنونده های این خواننده هایی که من کار کردم هستم و بسیار ارتباط دارن. یه دفعه چی یادم نمیره من با داریوش اختلاف سلیقه‌ای پیدا کرده بودم اینا،
دیدم کفغانه هم میمید آقا شما چرا با داریوش رفت این کمزایی چرا میده گفتی شروع گفتی از داریوش دفاع میکرد در مقابل من. مثلا این که اره مردم علاقه من اصلا من این مسئله فارسی زبان و این تعصبات به اینا را از بین ببری این کالچرای این ممالک به هم دیگر کمک هم میکنه که باعث پیشرفت شود و این بسیار مهم است. چون در ایران در زمانی که ما کار شروع کردیم که البته 17 سال زودتر از من خدا مغفرتش کنه آقای واروژان و آقای آندرانیک و آقای پرویز مقصدی و اینا کسایی بودن که پیشگامان موسیقی پاپ ایران بودن. بله. و من در پلوی کار موسیقی پاپ انجام میدم، من کارهای کلاسیک ها می‌نویسم که ارکسترهایی در کشورهای مثلا اروپایی اینا اجرا میکنن اینا اون رشته اصلیمو از دست ندادیم اونو هستش اینا تا اینم کارست که در پلوش و استقبالی که مردم میکنن و تشویقی که از هر طرف هست باعث دلگرمی ماست دیگه کار میکنیم و این چیزا. اما افغانا من با کمال من گفتم 2014 رفتم اونجا خلاصه بسیار قد مقتول بود و ما به نتیجه نرسیدیم که حالا چی شد و چی نشد این چی. بعد 2015 رفتیم که این قصه شیرینه که در 2015 نزدیک از اونجا گفت در اولا متاسر ابو بخیر است پس نمیشتم و بین خود نه نمیشتم یک شب آقای ناصر زیا که از دوستان بسیار عزیز و نزدیک من هست اینا سفیر بودن بله سفیر بودن ایشان اینا به من زنگ زدن و گفت آره چی وقت میری از کابل؟ گفتم من روز پنجشنبه میرم. گفت خیلی پس چهارشنبه شبش که سفر سبایش پنجشنبه باشه یک میمانی میگیریم که یک علاقمنده و دوستای خودت و پدر و اینا میخواین شما رو ببینن اونجا و یک شب همینطور چی درست بکنیم دیگه 70-80 نفر میخوان بیان اینا. خلاصه کجاست؟ گفتم در تایمنی چیز هتل پارک پالس بله. خب گفت یک ذره مگه زودتر بودی یک 15 دقیقه از ساعت 8 و نیم دعوت کردیم شما 8-8:15 دقیقه اونجا ما 8:15 دقیقه اونجا بودیم و تلاشی کردن و آمدیم و رفیقای گذشته رو دیدم حشمت جان دیدیم و اینو دیدیم اون رو دیدیم اینا و سلام علیکم به کیش قوی بود که ما رو گرفته بود در بغل و کمر بند بود بشه همین که من زمین مان یک دفعه دیدم که صدای فایر شروع شد طرق و طرق گفتم آقا میمانی بالاست ما رفتیم دو طبقه بالا در اونجا و وارد شدیم اینا و دیدم یک سالونی که تمام شیشه‌ای بود مثل گلخانه‌ای سابق بسیار کلان اینا خلاصه در اونجا وارد شدیم و دیدم که 10-12 نفر شیشتن نشنه دیدم که بچه استاد الطاف جان بچه استاد سرانگ خدا مغفرتش کنه اونجا بود و با چند تا نوازنده که یک شب غزل ها میخواستن درست کنه یک شب خوش بگذاره خود اونجا بودیم و این ترقص و ترقص شروع و آقای ناصر زیان بود تلفن گپ میزد و آقای ناصر زیان خوب خودش دیپلمات بود و دیپلمات هم صحبتاش هم بسیار سنگین است. یعنی یه ذره طول میکشه سلام علیکم خوب هسته نه خیر چیزی نیست ما رو برای دلداری ما چیزی نیست همین بغلای اختطاف شده آمدن اینا رو بگیرن همین چیزی رو میگفت اینا میگفت و علامه میگفتم که چرا آقای ناصر زیه ذره تیز نمیگه که ما به نتیجه برسیم که چی شده اینا. خلاصه مطلب کار به اینجا کشید که فیلم اسکارفیس دیدی شما؟ آه بله آه. اون سهره که شیشتن در اون رستوران که شیشتن که شروع میکنن چی میگن با ماشین دار میزنن عمل تکه تکه میکنن دیدم این پلیس ها اونجا ما رو گفتن که چراغا رو خاموش کنین خبر داده بودن که چون ما رفته بودیم زیر میز و پیز اینا افتاده بودیم اما دراز کشیده بودیم اونجا و پیش از او الطاف جان به من گفت فرید جان گفتم بله گفت حالا چی میشه گفت چی میشه ما گفتم والا امشب فکر میکنم که با بابی استاد سراهنگ و با پدرم
اونجا یک میمانی دارن، امشب من تو رو میگم بیاییم. من نظر بچه اولارا هستم. چشمکایش رو کشیده بود که مثل که من راست میکنم. در این موقعی بازی کنم به موقعی بسیار آدم چیزم مذاق مخندش میگیره. بعد یک دوست دیگه بغل من در راست کشیده بود فرید جان، گفتم جان، گفت من میشناسی؟ گفتم در این تاریکی و گلوله باران چی رو بشناسم آقا جان؟ گفت که من بچه دکتر نصرت هستم. دیدم دکتر نصرت همسایه ما بود، بسیارم خانواده نازنین و گل. گفتم آقا من میشناسم اینا، تو این چی میکنی اینجا زندگی میکنی؟ در زیر میز. گفتم اینجا چی میکنی؟ گفت که من اینجا نیستم، آمدیم اینجا. گفتم از کجا آمدی؟ گفت از سان دیاگو. گفتم از سان دیاگو اینجا چی میکنی؟ گفت که آمدیم که خانه پدری ما بگیرم. گفتم حال خانه پدری رو گرفتی؟ گفت نه، یکی از این وارلوردها شیشتر من مذهبم نمیتونه اونو بخیزانم از اونجا. میره گفتم بیبی خانم رفت، حالا خودت هم میره. خلاصه یک شب عجیب و غریب بود اون شب. اینا که بعدش هم قصهش در یوتیوب هست، اما قصه خودش اون شب عمل کرده بودن هست، اما قصهش رو ساختم که چطور اینا آمدن اینا. اما این چی میگن، عسکرای رنجر ما اقدر اینا جرار و اقدر اینا باهوش و آمدن و چه رقمی ما رو کشیدن، چه رقمی که اونا رو یکی دو نفرشون از بین بردن اینا رو. و یکیش بهم و 14 نفر پایین کشتن، 14 نفر در هتل در طبقه پایین که بودن اونجا کشته بودن. و از قصیش هست در چیز اونجا در صورت من اونجا خندیم گرفته بود. گفتم بیبی ما بعد از این 45 سال ما آمدیم افغانستان، آمدیم اینا ما رو کشته بشیم. ایرانی ها میگن آقا 40 سال پیش با ایرانی ها میگن 40 سال پیش با بود چی داشت اونجا، یک روز رفت و کشته شد. در صورت یک شب عجیب و غریب بود اونجا و من در هتل چی بودم؟ سرینا بودم. بسیار هتل از نظر چیز بسیار خوب بود اون، از نظر چی میگم وضعیت سکیوریتی اینا. اینم قصه کابل ما. فرید آقا در ای آخر یک زمان با ای بی هم کار بودی، با مویین، با گوش، ولی همیشون امریکا هستن، همکاری کم شده. بله من هیچ مسئله این که خب هر رقم کاری که لازم بود برایش ران کردیم. اینجا یک مسئله بود که مسئله کپی رایت اینا رعایت نمی کردن و نمی کنن. روی این حساب من و آقای ایرج جنتی عطایی، شایار غنبری، اردلان سرفراز و آقای حسن شمایی زاده و سیاوش رومیشی که بعد سیاوش رو میشید و من به خوانندگی میپردازم، من نمیخوام دنبال این کار برم و تنها کسیم که آهنگ دادیم ای بیس. ما در تلاش این مسئله هستیم که بی بی سی هم آمده میگه مصاحبه کرد اونجا صحبت کردیم اینا و وکیلای ما دنبال این مسئله است که این حقوق باید از برای مؤلف و مصنف باید از حفظ شود در مملکت که بسیار ممکن است تشریح بدی یک ذره برای که من میخواستم سوال کنم. کسی یک کمپاین تازه را انداختی، یک کمپاین ولی جالب است برای هنرمندای ما که اگر گفت تا بشنوند بله بله لطفا نمی یک کمپاین تشریح بدی برای اون حتما. مسئله کپی رایت، اینترنشنال کپی رایت ایست که صاحب اثر میخواه فیلم ساز باشه، میخواه آهنگساز باشه، شاعر باشه، هر کی باشه، عکاس باشه، هر چی باشه، این یک حقوق داره. این حقوق برایشان میتونید شما مثلا ما بگیم آهنگا آرون جان به شما میتونم که شما این آهنگ بخونید، شما میتونید به صورت کاست و سی دی اینو منتشر بکنید. سوایش که اینترنت میاد شما باید از من دوباره اجازه بگیرید و حقوق این تالیف رو باید از پرداخت کنید. مثل کتابی که میره فروش میده حق تالیفش رو بهش میده. متوجه شد؟ بله. از این اینا رعایت نمی‌کردن، اما سیستم خودشان و هر کاری که می‌کردن به استایل آمریکایی لالس بود این قضیه. من دنبال این قضیه رو با می رفقایم گرفتیم و رفقای ما یه مقدار اوایل گفتن چندین سال ما رو معطل کردن که امروز این کارو می‌کنیم، سبا می‌کنیم، حالا این رقم شو، اون رقم شو، اینا دیدیم نه نمیشه.
ما اینه به وکیل سپردیم و وکیل هم با دادگاه، ما هیچ دشمنی هم با اونا نداریم، هیچ گونه. میبینیم هم سلام علیک میکنیم، اینا هیچ گونه دشمنی چیز نیست، اما این حقوق باید از چی بشه؟ و من میگم فرید جان آهنگ بده، میگم چشم، این آهنگ این اجازه داری که این کار میکنی کار بکنی. وقتی خواننده، وقتی که خواننده میره روی استیج، برای خواننده که میره روی استیج 25 تا آهنگ میخونه، 15 تاش از ماست، 10 تاش از ماست، یکیش از ماست، و عمو شب 700 هزار دلار پیسه میگیره، یا یک آهنگ مره نخونه، اونجا دو نفرم نمیره اونجا، یا آهنگ هم کارهای دیگه مره. در افغانستان هم باید از این مسئله باید درست شوه، امیال باید از درست شوه، باید از بسیار آهنگسازا و اینا چی بانه و احترام ببانن بر این، چون این یک گردش است. خواننده پیسه پیدا میکنه، کاست میاد، سی دی میاد، پروگرام های دیگه میشه، رادیو باید از پرداخته چی کنه؟ رادیوی افغانستان در حدود 400-500 تا آهنگ پدر من را قفل کرده اونجا، خواهر من رفته اونجا شالا رفته گفت آقا این آهنگ پدر من را بدین که ما اینو منتشر کنیم برای مردم، حداقل بدین که بر نفع بی‌بذات ها مثلا این کارو می‌خواد، این کمپین رو بنده. گفتم ما نمی‌تیم، این از ماست، از شماست کجا شد؟ بابتش چی؟ بابتش اونجا مثلا فرض کن که ای بی میره هفته آینده کنسرت داره، در کنسرت خود هفت یا هشت آهنگ تک مردم درخواست میکنن که ایره بخوان، امیره بخوان، از میره 25 تا آهنگ میخونه، این مجموعه آدمایی است از 20 تاش از ماست، از این مجموعه کسایی که من نام بردم که اینا داخل مسئله کپی را بله در جیبکش میکنه و میره خانش، در صورتی که ما صمیمیت داشتیم، رفاقت داشتیم، مثل خانواده بودیم با هم، و این وقتی این کار میکنه، این دیگه بزرگترین خیانت از ما خانواده. و بعد از ما از اون وقتم که نساختیم، مردم سر صدایشون، من نساختیم، همکارای دیگه من نساختم، سر صدایشون در مورد این خواننده بلند شد که چیز که شما میکنین، یعنی چیزایی که یک کمپانی دارین به نام آونگ، آونگ من چی کرده بود امیال قصهش امی اتفاقا دیروزم پیش وکیل بودیم که اینو آونگو ببینیم که به کجا میکشه، یا اون طرف باید تصمیم بگیره یا ما بگیریم. اینا منتها مسئله که هست که کمپانیا، خب تمام قضیه ما درست نیست. اگر وقت قانون کپی رایت خوانده باشن که باید خوانده باشن و جریمه، شما فکر کنید مثلا یک خواننده بود به نام ماروین گی، شما میشناختنش دیگه؟ بله. یک سیاه‌پوست بود که در 25 سال پیش کشته شد. خوب توجه کن، 25 سال پیش کشته شد، دو تا دخترش میخیزن میشنوند که یک خواننده به نام ویلیامز کمو که هپی را خوانده، و کیت یکی دیگه است که خواننده جوان دیگه است، اینا با هم یک آهنگ دوتایی میخوانن که نصف آهنگشان درست آهنگ ماروینگی بوده. دوتا خواهر میرن وکیل میگیرن، میرن در دادگاه، 7,400,000 دلار در دست دخترهاش میدن، میگن برو و میگیرن ازشان. و این امی برنامه که خود داری اینه بر ایرانی ها داری، یا مثلا کالی میخوایی پیشنهاد بکنی بر ایرانی ها، خارجی ها امی را دارن، امی قانون هست در باید خارجی، بله اصلا یک قانون نوشته شده است. شما امیار در لندن تلویزیون هایی که در اونجا کار میکنن بدون اجازه من کارهای من اونجا نشر کردن، در بی بی سی که ما کار میکردیم هر دقیقه مثلا 30 ثانیه چیزی که نشر میکنیم باید نوشته میکنیم که 20-30 ثانیه از کارهای مثلا فرید زلاند است. اما هیچ گونه اجازه چیزه اون من و تو تلویزیون های دیگه تمام اینا هیچ کدامشان این مسئله مراعات نمی کنن. اینا من چون رفتیم کپی رایت کردیم، شما به عنوان آهنگساز درسته که شما آهنگش رو ساختی، شما مثلا شعرش رو گفتی، اینا اینو باید تست به کانگره آمریکا که در اینجا تنها مرجعی که هستش اینه و که مقبول تمام جامعه که کپی رایت رعایت میکنن هست، این در اونجا ما اینا به صبر رساندیم که وقتی در روی میز رئیس دادگاه ما جاج مانده میشه، میگه این یک کد داره، کدش رو میزنن تمام شجری آهنگ میبره بیرون که از فرید زالان در چه سال ساخته چطور شده چیکار شده. اینا این رقمی نیست که هر کس مثلا بخواد از ایره بخونه. اینا مثلا یکی از خواننده های افغان خود ما بود که یکی از آهنگ های پدر من
اجازه گرفت و خواند. بعد یه کسی دیگه که قبلا خوانده بود با من تماس گرفت که فرید جان اینو مثلا آقای زلان مثلا یک اصطلاح کاکا و مامان بابی ما میگفت اینا، گفت این با ما ای آهنگ به من داده بابی. گفتم بابی این چطور داده به تو؟ گفت داده که ما بخونم. گفتم خوب داده که بخونی. گفت این رفته خوانده ای آهنگ. گفتم خوب بخونه. این عقو اجازه گرفته، عقوقش پرداخت میکنه میده. این آهنگ متعلق به تو، به من، به این اونا نیست. هر اجرا شما فکر کنید یک دانه آهنگ 100 تا اجرا داره، اجرای مختلف و مقبول و مقبولتر. مثلا شما فکر کنم آهنگ زهری که پدر من ساخته، بامیان و غزنه و اینا ساخته، اینا اگر 100 ها اجرا شود اینا، من پدر من که خب پدر من عاشق این بود که بره افغانستان، تمام چیزایش از که هر کنسرتی که میرفت در آمریکا، در استرالیا، در کانادا اینا میداد، روی استیج بعض اوقات گریه میکرد برای افغانستان. اما چیزی که هست اینا برای گفتچه نه یک نصیحت مریض شد دیگه. اما وقتی من پاسپورتکشم گرفتم که یک دانه مورم روش نخورد، گفت بچه من دیگه افغانستان چی شد؟ من پاسپورت رفتیم و پاسپورتش اینا رو گرفت و اینا رو که بره افغانستان، که پدرم مریض شد، دفعتم مریض شد و گردایش از دست داد. بعد اینا و این گردار دیگه دایلیز رو نمیدونم از این چیزا، و فقط اینا گفت من یک نصیحت میکنم به شما اولادایم که اوش کنین تو افغانستان یک دو تا خانه، سه تا خانه است که اونجا مک آمدیم بیرون گرفتن. گرفتنش اینا آره مردم افغان ها شیشتن در اونجا، شما نرین اونا رو بیجا کنین که خانه ما بود، اونا رو بکشین از اونجا بیرون کنین، از این کارا بکنین که اینایی که بکنین. گفت به جایش به دولت، به کسایی که هستن، به اون رئیس دولت یک کس بگوین که یک زمین یک چیز بدن که برای بی بضاعت ها یک جای درست شد. برای بی بضاعت ها کسایی که مثلا پدر ندارن، مادرایی که شوهراش ندارن، گفت ایره بکنی، این کاره بکنی. که اتفاقا همین چیزی که درست کردن، همین بنیاد پدر ما که چی کردن، که توی کاغذ فقط آمد که ما اونجا رفته بودیم به خاطر همین قضیه، ما رفته بودیم اونجا که گفتم که اینا پدرم گفته که اون خانه و اینا رو اصلا کسی کار نده، اگر میخواد حکومت به جای این یک زمین یک جای درست بکنه که اینا بیاین اونجا زندگی بکنن، اگر 10 خانوارم باشه خودش یک کمک است و دیگران این کار انجام بده. و این که ما اونجا رفتیم کمی بنیاد درست کردن که دیگه پوشش نگشه، برای که دیدم که بسیار قد مقد طول است، یعنی گدودی بود، گدودی و اینا. امیدوار هستم که اونایی که گدودی رو میکنن و از این گدودی استفاده غیر قانونی میکنن انشاءالله که و باور بکنه. یک چیزی برات بگم، ما در مملکت زندگی میکردیم که من بسیار خرد بودم، اینا شیشته بودیم، نان میخوردیم، رادیو اخبار میگفت. یک شخصی که نمیدونم در انصارات یا شرکت، یک شرکت کار میکرد اینا، ای اعلام کرد که اینا به جرم رشوت گرفتنش. بابین رو وا گفت این فلانی و امسایی ما بود. شما باور میکنه ما و بچه های کاکای مینا دیگه با بچه های اینا معاشرت نمیکرده، میگفت این بابیش رشوت خور است، میگرختیم. حالا رشوت خور شیشته اونجا همه میگم والا سب سلام علیکم چطور هستیم خوب هستیم. این اینا در افغانستان نبود و خدا کنه که من بسیار من تعداد دارم احساس میکنم که این مسئله رو انجام دادن. پاکستان چطور میتونه پایشه بکشه در افغانستان بیاره؟ ایران چطور میتونه؟ روس چطور میتونه؟ اینه اون کشخاصی که در اونجا هست چیرشیر پرسیدن که آقا تو این ایرلند بغلت نمیتونی رامش کنی، میخوای بری اون دوستانه بگیری؟ گفت آه، گفت شما نمیفهمین، من میفهمم. گفت چطور؟ گفت من هندوستان میرم که 90% بی سواد داره، 10% هم خاین داره. اینجایی که 100% وطن پرسته، من نمیتونم اینا رو بگیرم. امیدوارم که افغانای ما اینا رو بدانند. بعد روزی من همین چند وقت پیش یک مجلسی کرده بودم، رفته بودن در شوروی زیر عکس لنین شیشته بودن که گپ از سل میزنن. اصلا دل دیگه چی میگن سیاست رو فراموش کنن. آدم... نه یعنی فکر نکنن یعنی فکر نکنن که مردم از این چیزا آگاه نیستن. راست میگی. فرید خشم مرد گفت با گل کرم بدل شود.
جان بس از این قرار است که خودت نه تنها برای آهنگسار امنی آوازخانهای ایرانی افغان گفتی بارد بزن مثلا چلان جان برای برادرت ساختی برای وعید زلفان برای وعید ساختی بله برای وعید ساختی همین در دیروز برای ایروز بهش زنگ زدم گفتم تو چرا نرفتی استودیو وعید یک کار بسیار خوبی الحمدلله پیدا کرده اینجا کار میکنه منیجر یک هتل بسیار معتبر شده سالهای سال است گفت برادر من اینجا بچه ایم از دوتا اولاد ایم از اینا انشورنس میخواین فلان میخواین اینا خانندگی زندگی بر من نمیسازه ببین خاننده ما در اینجا راستی مثلا آمد ولی خوب یک از خاننده خوبی از که شاگرده خوب پدر من بودی و این بله این آقا به من شکایت کرد گفت فرید جان اصلا زندگی راحت نداریم شما از این طرف میریم اون طرف و این ساوند سیستم ببر اونجا و تک و تک 50 نفر 60 نفر میان یک پیسی دستمو میدن و خودشون میرن کار حالا کار کردن عیب نیست اصلا بسیار هم افتخار داره اما به این سیستم و به این رقم که نمیشه خودت برای نه تنها آوازخانه‌های ایرانی برای بله. فکر میکنه برای دیگه از تاجیکیام ساختی بله بله خواندن تاجیکی خودشون میخوانن اونا خوش هستن اونا هر جانگ افغانی و ایرانی و ایناس میخوانن خود ساختی برای آه ساخته میخوانن همه میخوانن مثلا چوامش به میخوانن میرم اینا رو میخوانن نه که برفته باشم بهش داده بودم خودشان میخوانن منم اعتراض نکرده برای اینکه اون وضع اقتصادی اون مملکت از مملکت ما چی نیست اما چی به کانستراکشن اون مملکت خوب است یعنی این آقای مرملیست است نامش مرملیست درست بله چیست مرملی باید باشه مرملی چیست؟ حالا هرچی هست رتق فتق امور درست امامالی رحمانو امامالی ببخشی ناری امامالی امامالی رحمان امامالی بعد این چیز سمومه از نظر اقتصادی چی ندارن چند وقت پیش یک منیجر گوگوش رفته و گفت رفتم تاجیکستان گفت رفتم تاجیکستان چون یک استادیوم ورزشی درست میکردن و برای استتای اون مردم امیر رئیس جمهور به مجانن دعوت کرده بود که به این استودیوم وارد چه اینا و گوگو شده اونجا دعوت کرده بود که بخوانه بعد گفته بود و از منیجر پرسید خانم گوگو چی میکنه گفته ضبط میکنه یک سری آهنگ و آقای زالان اینا بود میشه آقای زالان هم بیاد اینجا اینا خوشیار هم لطف دارن آره پیغام میتن اینا وزیر فرهنگشون اینا دیگه اون ایراد زیاد از بیننده های کمی لازم ما حرفای خودتا میشنون و یعنی حرفای ما خودتا زیاد اول تشکری کرده و افتاد که افتخار ماستی یعنی لطف دارم شما عزیزم هستی برای کشور تعلق داشته باشی خودت آدمی هستی که موسیقی سرحد نمیشناسن نه من هیچ من همیشه به افغانیت خود افتخار کردیم و افتخار میکنم هیچ گونه مسئله نیست اما جبر زمان و چی میگن اتفاقاتی که افتاده ما رو به یک جایی کشیده در افغانستانم بودم امین بودم در تاجیکستانم بودم امین بودم منتها گناه گفتنم اونه که در ایران این گفته امریکای اپرچونیتی رو بر من دادن که درس ما خوب بخونم و از کارهای من استقبال کردن و تشویق میکنن بسیار زیاد تشویق میکنن از حد گذشته و اینا و مردم خود ما همتون من بسیار من هر چه که میبینم اینا میگم افغانهای خود ما آمده اینا افغانهای خود این شب یک جای میمانیستم که بیترین شب بر من است اینا و من بسیار علاقه من دستم امیدوارم که انشالله افغانستان به اونجا برسه که مردمش آرامش داشته باشن زندگی داشته باشن کار داشته باشن اینا دیگه تهدید نباشه که بر از خانهش بگه من پس میام خانه یا نه اینا نباشه که اون وقت موسیقی هم مزه میده میگن یک مملکتی که پیشرفت کرده از کجاش بود از بفهمین کی مملکت پیشرفت کرده گفتن برین ببینین هنرمندش چطور زندگی میکنه چون اون مملکت قدر با آرامش رسیده باشه قدر زندگی اما زندگیشان معیا باشه در هر حدی یعنی یک زندگی انسانی و
درستی داشته باشه در مملکت ما، اون وقت است که میگه خوب حالا یک موسیقی ما گوش بدیم. اما این دنیایی نیست که جنگ باشه، جدل باشه، زدن باشه، کندن باشه، موسیقی هم باشه. اگر هم باشه موسیقی درست نیست اندازه، مگر اینکه روشنگر باشه. ما میفهم موسیقی بله. همین شعری که شما به من دادین، همین شعری که به من شما دادین، همین شعری که دارین ببخشید که تلفنم بعضی وقت یک زنگ میخوره و ممکن است قطع شه و چیز شه. لایو هستیم و دیگر بیننده های عزیز میبخشن. البته این شعری که داره واقعا خوب شعره. این شعر بسیار جوان ما سهراب سیرت است که بسیار قشنگه. حالا من یک چیز نظری داشتم که انشالله بعداً با هم صحبت میکنیم که بهشون بگویم که اونا مگه بهش اضافه و اینا شوه بسیار خوب میشه. یک چند خط، یکی دو خط، یکی دو خط. بله بله بله، چون یک تنیب تن یک تنهایی رو میتونه داشته باشه که آقای فرید زلان، استاد فرید زلان نشته کردن که کسی آهنگ هم خوانده و سی دی کشیده و آلا هم زمزمه میکنه. نیوه خواننده گیرم. آره قصه خواننده نشدن من، یعنی که خواننده که نشدم که نباید هم میشدم. اینا قصه ایچ بسیار با پدر من یک روز نشسته بودم در خانه و گفت صدا کرد من رو وعید صدا کرد و دیگر سویلا خوار مشالا اینا رو صدا کرد و گفت بیاین بیشین اینجا. اول من رو خوب ارمونیه رو گرفت و با خان مثلا من خاندم، من رفتم اینا و وعید خاند، سویلا خواند و شالا خواند. این دفعه و من سعیل کرد و من گفت بچیم هیچ وقت نخوانی، اگر بخوانی با آبروی من بازی میکنی چی کن. شما اینا پشت خوانندگی نگرد و اتفاقا هم هیچ وقت نگشتم، هیچ شوقش هم نداشتم. اما وعید و نیست، برای من خواننده خواننده ها هستم، برای خواننده ها که یاد میدون زمزمه میکنم. بابا نموز دعیز دیگه بس خلا. فضای موسیقی در کالیفرنیا امریکا من بودن باز مخونه در کالیفرنیا است که چطور است؟ خوبتر شده؟ خرابتر شده؟ خوب از نظر تکنولوژی، از نظر مهارت نوازنده بعد نوازنده های انترنشنال اینجا هستن، از هر جای دنیا آدم هست اینجا دیگه. از ونزوئلا میاد مثلا بهترین گیتار میاره، مثلا نمیدونم از امریکای لاتین نمیدونم فلان اینا، اینا بسیار کمک کردن با ارکسترای سمفونی و ارکسترای فیلارمونیک و اینا، که در هر قصبه شون نگدن ارکستر فیلارمونیک و چی دارن اینا. یعنی مثلا فرض میکنیم ارکستر فیلارمونیک که مثلا وودلند هیلز در یک شهر هستش، اینا از اینا بسیار زیاد است و اینا کمک کردن به آهنگسازای خارجی که آمدن، مثلا از افغانستان است من، مثلا کسای دیگه از ایران، مثلا از اینجا آمدن، از عرب، ممالک عرب آمدن اینجا در چیز اینجا و بسیار کمک کردن به اینکه آهنگ ها همه چی که از نظر تکنولوژی ضبط شدنش بسیار خوب و بهترین ها هست، هم از نظر نوازنده ها، هم از نظر کوالیتی بسیار رفته بالا. ما همین یک سوال میکنم که ذهن خودم آمده از فرهاد دریام این سوال کردم. یک بله. آهنگ که خودت میسازی بله چی مراحل دارد؟ چی چیزا را باید تایی کنه که بالاخره در یک مرحله برسه که او را مردم دیگه؟ بله. ببین من 85 تا 90% کارهای من روی شعر انجام شده، چون معتقد هستم که شعر اگر نباشه، که قالب بندیش معلوم نباشه، آهنگساز میتونه گوشش هرز بره، یعنی از یک جایی ور داره، حتی ناخودآگاه این در فکرش باشه و اونجا اون رو بسازه. پس این حساب بله شعر که میای من شعر خوب، من شعر خوب حفظ میکنم، اینا چی میکنه، بعد اوقات شدم که زمزمه میکنم یهو دیدم یک موتیو پیدا شده. آهنگ سازی یعنی موتیو. شما وقتی 4 میزان آهنگ رو پیدا میکنین، این 4 تا میزان تکلیف تمام آهنگ رو روشن میکنه که قابل دیولپ هست
بست و گسترش میتونه پیدا کنه یا نه. من اینه پیانو مثلا میشینم اینه میزنم، نه یادداشت میکنم نه ضبط میکنم، میرم بر میگردم پشت پیانو میشینم، اگه یادم باشه میگم آه این درست است، اگر رفته باشه از گوشم اون به درد نمیخوره. جالب است. بله. بعد وقتی آهنگ شما میرمیستین، شما میزن بندی هایش باید از قاعده داره، این شعر که سیلاباش شما تست روشن باشه، آخر کلمات روشن باشه، اوزانش باید درست باشه، موسیقی هم امینه. شما نمیتونید که مثلا یک موزیک اوورتوری که درست میکنیم مثلا فرض میکنیم 7 میزان باشه بعد 3 میزان دیگه یک جای دیگه بره 2 میزان، یک چیز نامعلوم میشه. این باید از 8 میزان باشه، 12 میزان باشه، 4 میزان باشه، شما میتونید 3 میزانی بری جلو، 4 میزانی بره، اون تا تمام اینا روشن باشه. برای که کوردایی که روش انتخاب میشه اینا درست روش به اصطلاح بخوابه. و کلام است که کلام شما شاعر مثلا شما یک شعر شما دکلمه میکنه، هر چقدر زیبا دکلمه بکنی جلب توجه میکنه، هر چقدر معنی رو برسانی شعر میزنه بیرون. شما میتونی یک شعر همیتون بخونین، فقط یک دکلمه که نه همیتون بخونین هیچ اثر نمیکنه، اما وقتی که یک موسیقی که اون کلامو فریاد به فریاد میگه و عشق و عشق میگه و چی میگن لطافت و زمختی همه کار نشان میده، اون موقع میشه که اون آهنگ شنونده ای رو میگیره. طریقا خودت در فیلن بلی که مادره تقریبا در قرانتین هسته یک مدت آه بله بله ما در بله. چی کردی در این روزایی که در قرانتین خودت بی؟ والا فقط ششتیم کار میکنم، بعض اوقات هم از دست خواهرای مینا میگروزم میرم یک دروت چیز خرید مری میکنم سر به گرد میکنم، منطور را زیاد میرم. من در روز در اقل یک و نیم ساعت را میرم. من نصیحت میکنم به هر جوان میانسال کهنسال که را بره. این یگانه کار خوب در زندگی نمیست. همیست بله. اینا باید بسیار برای خودم هم از نظر رویه و از نظر چیز به این کمک میکنه و همین که بعدش هم کار میکنم و همین دیگه. دیگه فکر کنم که آیستا آیستا دیگه همین رستوران ها باز شده بود اینجا و دیگه آیستا آیستا چی شده بود، بسیار به احتیاط کار میکنم که بسیار کار درست میکنم. از سفرهای بگو، سفرهای هم داشتی تنهایی یا با هنرمندا، سفرهای هنری منظورم است؟ بله اون داشتم، در کانادا داشتیم، این طرف و طرف داشتیم، مثلا خواننده ای که مثلا یک کنسرت برگزار کردیم، مثلا یک سری از کارهای ما را اجرا می کردن مثلا در اون سفرها بودیم. بعد خود مثلا من مدتی مثلا دبی زندگی کردم در حدود سه سال چهار سال چون خواننده می آمدن اونجا من ضبط می کردم اینا، از نظر کاری بسیار خوب بود. که بعد دیگه آیستا آیستا دیگه من از همون 2016 به بعد دیگه من از 2013 اونجا بودم تا 2016 اونجا بودم و بعد آمدم پس لس آنجلس و اینجا می استودیو و کارام هست و کارهایمون رو ضبط میکنیم اینا و اینا. خواننده جدید معرفی میکنم، یه دختر خانم افغان هم بسیار خوب میخونه به چی شده خودشو ناشناس است اما صدای بسیار خوبی است. گفت که من در از افغانستان آمدیم و در ایران بزرگ شدیم اینا، اما گفتم خب اینا برای خان بر من گفتم فقط روی یک تلفنت فقط بر من بخوان و بر من روان کن، من اونجا تشخیص میدم که تو چی کار میتونی بکنی. اما بسیار خوب بود و گفتمش که اینجا برای اینجا، چون در اینجا در هر جای اینجا مثلا چی میگن اکادمی های موسیقی هستن اینا، مثلا آرمی درس میدن، مثلا جاز درس میدن، مثلا این چیزا دارن. گفتم یکی از اینا کارمی باشه برو اونجا اینو این تکمیل کن، بعد با من در تماس بگی، تماس شد که من برات کار درست کنم. پری جان یک سوال به اصلاح خودت آدم اکادمیک هستی، خواهش بکنم در مورد موسیقی افغانستان
خب غیر از یک مثلا احمد سرمست بسیار کار بزرگی را کرده در افغانستان. خب کس ما آدم های بسیار آدم های مثل آقای فقیر ننگیاله، بله، استاد ننگیاله عزیز، خود آقای سرمست، اما ارکستری که پدرم درست کرد اونجا که اونا بالاخره سرپرستیش می کردن، بله، اینا بسیار ارکستر بزرگی که در رادیو در حدود 38 نفر دارد 32 نفر ارکستر اینا بسیار زحمت کشیدن. همیاله بچیش جان غیر از احمد سرمست که خودش اکادمی داره و در اوجه تربیه می کنه، بله، ما تنها کسی که پیدا کردم که رای اصول گرفته و اونم از طرف دولت شنیدم، اینا تمام شنیدگیست که از طرف دولت اسرائیل میگم استرالیا سپورت شده. آره سپورت شده. این بوده درست خوند در خود احمد سرمست هم در استرالیا. بله خود و... غیر از سوای امی مکتبه که آقای سرمست هم در بله و این مندانی که میخوانن و عروس دیدی و کست و تلف میکشن، من فقط چیزی که توصیه میکنم اینا گفته پدرم که میگفت ریاضت باید بکشی، باید از سبک خودت که داشته باشی خودت باشی و شروع کنی تعقیب بکنی. امروز اینترنت پیش شماست، شما هر سبک رو هر موسیقی رو شما میتونین اینا رو چی کنین، اما کوشش کنین. ما موسیقی هند بسیار خوش داریم، موسیقی مثلا پاکستان خوش داریم. پدر من معتقد بود که موسیقی که از دل مردم خیستن، موسیقی محلی در افغانستان، و پدر من استاد برشنای مرحوم و زنده یاد دیگه، این کسایی بودن، مثلا فروخ افندی بود، پدر استاد سراهنگ بود، استاد غلام حسین بود، اینا بودن، اینا کسایی بودن که اصلا یک سبک برای افغانستان درست کردن که مثلا اون آهنگ، مثلا فرض میکنیم آهنگ شعله یزین در پاکستان شما نمیشنوید، در هندوستان نمیشنوید، اما آهنگ اندی رو به فارسی ترجمه کردن. مثلا من با احمد ظاهر یک روز گفتم احمد یک بود یک چیز میخوان منم باش چی میکره اینا، گفتم که این آهنگ مقبول و خوبیست، من تا این هندیست چرا اینو میخوایی کن، نه خوب است اینا، اگر سبزه بودم به دامان سهرا سراغت رو از اینا خورا. گفتم این هندیست این کار نکن اینا کنه، حالا خوب است اینا میخوانیم آره. اما چیزیست که این موسیقی افغانستانه باید از این مستقل من که معتقد بودم که مثلا آقای مثل آقای خیال، شما آقای خیال بینید چه آهنگای مقبول ساخته، بسیار همی آمده بودی شد اصلا یک فوق العاده است، از میر بابا، بله آقا آقای میگی اصلا، بله بوده. اینا کسایی هستن که میتونستن در اونجا رهنمایی بکنن. من معاون وزارت فرهنگ و چه میگن کلتور فرهنگ هم چی چیزی بود، اینا رو من دیدم در امریکا، در واشنگتن بودیم اونجا، اتفاقا عمر سلطان هم یادش بخیر اونم بود اونجا، گفت برید این معاون وزارت فرهنگ بله باش صحبت کردم، گفتم شما چرا اینا رو دعوت نمی کنین، آمد ولید آقای خیال همین و این برادرم این اینا، خودم میایم اونجا دعوت بکنین برای حالا مکنی اونا رو برشان یک حقوق تعیین بکنین، یک دلخوشی بهشون بدین، بیان اونجا این جوانا رو رهنما شون، اینا رو بی رهنما هم تو روان هستن. متوجه چی میگم؟ راست بدون این رهنمایی نشده، مثلا پدر من همتون نیامد که مثلا با پدر من شاگرد استاد غلام حسین بود، استاد فروخ افندی بود در رشته چیز کارهای اروپایی و اونا و در چیز استاد برشنا استاد اول پدر ما بود، آقای من رفته یاد گرفته، آقای خیال رفته یاد گرفته، اینا را اینا تو بدون گذشته نمیتونی زندگی بکنی. پری جان ما خودت یک ساعت گپ زدیم و فکر میکنم که یک گپ نزدیم و بسیار جالب مسائل را ما مطرح کردیم و خودت روشنی انداختی که بسیار جالب بود واقعا. یک جان تشکر میکنم از لطف از شما، از شما تشکر، دعوت ما را قبول کردید.
تشکر میکنم از اینکه بالاخره با هموطنانم یک چی میگن سینه به سینه یک چارت کلام گپ زدیم. ان شاءالله بتونیم در آینده صحبت کنیم. تو خودت بر من عزیز هستی، از سابق میشناسم شما را، خانواده محترم و گلت میشناسم اینا. ان شاءالله که همیشه خوب باشی. آرزوی خوش، آرزوی خوشبختی از خداوند متعال برای مردم افغانستان میکنم. همین دنیا افغانستان اولش. زنده و سلامت باشی. بمار خدا جان، بمار خدا برام باشی. بیننده های عزیز، برنامه استودیوی 19 یفته با میدیا با پایان میرسم. شب خوش، روز خوش و هفته خوش. تا جمعه آینده شما رو به خداوند بسپارم.